طالبی یه پرندس با کنم چون من خودم فامیلیم طالبیه، اینا فامیلامون حساب میشه. سلام خفنا، خوش اومدید به ویدیو دیگه از کانال افشین. یه سری چیزای داخل اینستاگرام آدم میبینه که واقعیت کز میخوره، یه سری اعتقادات و حرکت ها و پرستش های مسخره جهان که مد تمومش هنده. هندی ها اصلا موجودات عجیب غریبی هن، سکین سپسون و شیر و گاو و همه رو میپرست. اصلا امروز تصمیم گرفتم که ویدیومونو اختصاص بدیم به کشور هند و چیزایی که داخل هند داره پرستش میشه. لایک یاد نره، کامنت برامون حتما بذار، دکمه دنبال کردن کانالم بزن و امیدوارم که تا آخر ویدیو با ما باشی. بریم ببینیم که چه خبرتون واقعا. خب اول از همه میتونم بریم سراغ ویدیویی که داخل اینستاگرام منتشر شده، خیلی هم سر صدا به پا کرد، که یک پیرمردیه که با تفنگ آب پاش و برقی، یعنی که بچه بودیم داشتیم، اونا جن رو از بدن مردم بیرون میکنه. یه ویدیو ازش در اومده که ماشاءالله بالا تا بدنش فقط هست، پاش نیست اصلا، انقدر چاقه. بریم ببینیم ویدیو این بنده خدا الان داره جن بیرون میکنه از بدنه. دو تا هم داره. بعد زنه هم داشت جن خروج میداد. اصلا سلطان تمارزای نامنظم هنده. یه سری مراسمایی دارن، یه نفر اونجا میاد اینجوری کله اینو، کله یه نفر در نظر بگیرید، اینجوری میکنه، اون نفر میگه تقریبا یه همچین چیزی. خیلی باحالن کلن، نمیدونم به خاطر چیزهای تندیه که میزنم، ولی خب اگر واقعا یه ایرانی تخس بره اونجا میتونه کل کشور رو رهبری کنه، همه بپرستش. من این کارهایی که اینه دارم میکنم برای ما مثل اسباب بازی میمونه. از جمله خدایانی که داخل هند میپرستن خیلی چرت و پرت و مزخرفن، یه خدایی هم دارن، خدای اسباب بازی و کودکان. ببین همیشه منطق این بوده، همه رو گسنه نگه دار، همه رو بدبخت نگه دار، با یه چیز کوچیک شادش کنید. من فقط شما رو دعوت میکنم به قیافه اون پیرمردی که اون اسباب بازی رو میندازه براش و میگیرتش، این قرض رو کنه. الان داره شفا میده. چه پرنسسی هم هست. جون با پنکه هست، پنکه هست رو بازی. خواهد پرت کنه، خواهد پرت کنه، پرت کرد. ها پیره مرده رو ببین، پیره مرده رو ببین، نخون نخون. ای خبه اینه هر زوق میکنه. بعدی بعدی نگاه کن، بچه هم نیستن دارن میگیرن. این فکر کنم هر کی از اسباب بازیاشو میگیره اولش به کار میفته بچه دار میشه. چیزی که من برداشت کردم، حالا بستگی داره هر کسی برداشت خوش داره، ولی چیز جالبیه، جدی باحاله. یه خدای دیگه هم داریم، این با این حالت جن رو میده بیرون. اول هر کی میره اونجا جنگیر شده، این زبونشه که در میاره، حالا دهن زیاد بو میده یا چه جوری، ولی جن فرار میده. یه ویدیو ازش داد ببین، حالا این داره جن در میاره. بیناموس مجبندش طلاه، عجب چیز کلوفتی بود. هند است و دیگر هیچ، هر چیزی که داره جهان میکشه از سمت خریت انسان میکشه. یه ویدیو دیگه هم از هم یارو اینجوریه که میده بیرون داریم، اینم هست، بریم ببینیمش. الان داره با از سرش نمیدونم میکنه توش جن رو یا در میکنه. الان زبونش در آباده چیز میزنه، ولی عجب رومتوری داره، گلش لیست میزنه. نه زیاد زیاد رفت بالا، سرش گیش رفت، رفت نشست، برید.
طالبی اونجا طالبی. جدین چرا انقدر داره جیغ میزنه؟ سلامتی زیدش که موش مشکی تاپ بزنه. واسه که خریت شاخدوم نداره دیگه. خاطر همینه که یه خدای دیگه هم دارن با تشت شاش انگار گویی شفا میده. حالا یه ظرف دست این آبش هم زرده، بعد من نمیدونم واقعا چی میتونه باشه. شربت که تو سر آدم نمیرسه. حالا شاید خب از اینا بعید نیست آدم های کثیفی هم باشه. بریم ویدیو بعدی هم ببینیم. هم داریم میرزه رو سره، ولی سیستماشون قوی ها. آهان زنه داره خوار مادرش میاد جلو چشش. اخ تش قهوه‌ای شد. ای سفیدش هم آورد. دوغه شیره. ای برنج داشت توش. شیر برنج بود. سومی داره خزا درست میکنه با پیر زنه. عجب نجاستی بود. یعنی هر چی ویدیوها اینا رو میبینی بیشتر حالت خراب میشه. نمیدونم چه حسابیه واقعا. چرا اینجوری میشن؟ اعتقادات مزخرف همه جا جهان هست دیگه. همونجوری که میدونی تو ایران هم داریم. حالا هر کسی اعتقادات خودش داره، ولی به نظر من خودزنی جز عبادت حساب نمیشه. این دوتا بیشور اینجا دارن خودزنی. بابا توجه به چیزی که داریم میبینیم، نمیدونم یه سبزی میزنن تو آب داغ که زیرش زغال روشنه میریزن رو خودش. نگاه کنید یک دو سه. ببین میزنن تو میریزن رو خودش. بعد داره بخار بلند میشه. دهنتون سرویس. شاید سبزی هاشون مبارک میشن اونجوری. عده خواهی جهان مساوی هم هست. شاید ما اسکولی بونه دارن درست انجام. همیشه یه جای دارکی داخل زندگی وجود داره و اونم اینه که شاید اونا دارن درست میزنن، ما داریم اشتباه میزنیم. ولی خب پرستش گاو داخل هند خیلی میگن رایجه. یعنی اگه یه گاو تو خیابون ببینی یه لغت بهش بزنی، همون لغتتو میکنن تو جا لغتت تقریبا. اینجا همه این پایانای کرکسیفشون وایستدن، اون گاوه به مثل خدا داره میاد ردش. بعد همه بهش میگن التماس دعا. نکنم داره میگه یعنی گاوه ناموس هم به عمرش انقدر عزت احترام نکنم میگن التماس دعا. دست میکشن به دومش، باسنش، پسش، گوشش، دهنش. به هر انگشتی که برسن میزنن که شفا رو بگیرن. ولی به نظرم قشنگه اینکه سر مردمو با یه چیزی گرم کنی که مگر مثلا اسکلن. مثلا پسر یک شخص پولدارترین شخص هند یه پسره که داره ویدیوش الان داخل اینستاگرام هست، اینقدر شکم داره، بعد یه مریضی لاعلاجی داره، نمیره دستشون بالا به گاو شفا بگیره. ولی این بیشورا میرن اونجا با هم میسن. یه احمق مثل این آقا، این دقیقا میاد بچهش رو میخوابونه رو زمین که گاو از روش رد شه. ولی اون که رولز رویز و فلان و اینا اسباب بازیشه، هیچ وقت نیومده از این گاو شفا بگیره، رفته لندن داره دوا درمون میکنه. خیلی دارکه، خیلی دارکه واقعا. اینا رو باید یه نفر بشینه کنار هم دیگه. اینا بیشورن، ما به دانایی رسیدیم تقریبا دیگه. تو پامون نمیره خرافات. مثلا تابستون تو اگه مثلا کولر رو خاموش کنی میفهمی فرق علم با خرافات چقدره. بشینی دعا کنی خدای خنکم بشه. هند دست چیزای عجیب غریب. اگه از این ویدیو لذت بردی حتما لایکش کن، پارتای بعدی رو برازم، چون هندا خیلی چیزا دارن. یه یوتیوبر دارن قنبل میکنه، بعد با چکش میزنم پشتش. بعد لوح طلایی یوتیوب داره تو میری. لایک یاد نره، کامنت برامون حتما بذار، دکمه دنبال کردن کانالم بزن، داخل کامنت ها بنویس اگه پارت بعدی رو میخواست براتون میسازم، اون چکشیه رو میارمش. تا ویدیو بعدی بدرود.